Selam Daniel Can. Selam Daniel. Daniel, which is illegal, so that means. Robin Berger, حیف شد رابین هم کلی حرف داشت اتفاقا. من لینک رو تو لایف چت گذاشتم کسی بخواد بیاد. حالا ارشن هم اومد. دانیال من یه ذره دیگه فرصت میدم صدات نیست. آه ارشن انا هم خوبه؟ الان درست شد بالاخره. بگو. سلام خوبه سی؟ مرسی مرسی بفرمایید. خسته نباشین. سلام بفرمایید. آقا من برای این قضیه بی خدایی و تبلیغش و اینا دارم صدام فکر کنم یه مقدار به تاخیر میاد. درسته؟ آره بگو بگو الو. آره با تاخیر میاد ولی اشکال نداره بگو. آره اینجا اینترنت خیلی ضعیف و این مسائل. میگم خیلی هستن برای این بی خدا شدن اینا انگار یه جورایی به ضمانت نامه نیاز دارن و این حرفا، یا میگم از کجا معلوم و فلان و اینجور چیزا. حالا من باهاشون زیاد صحبت کردم، میگم بابا ببین تو اگه به این شک داری باید به همه ادیان شک داشته باشی. نمیشه بگی بابا من به این شک دارم، نمیدونم نکنه این ما رو ببره اون دنیا بسوزون و این حرفا و فلان. میگم بابا هم اکثر ادیان به ما وعده جهنم رو دادن، تو اگه بخوای اینجوری صبر باید بگی خب برای محکم کاری اون، برای محکم کاری خلاصه شرط بندی پاسکال میشه این حرفا. گرفتی منظورم چیه؟ آره بذار من توضیح، یعنی خیلی مسلمان اگه میگن که میاد یه ذره صبر کن ما جواب الان توضیح بدم برای بقیه. آقا یه یعنی چیزی باید اصلا نه من میدونم. خب بگو بگو. نه برای اینکه خیلی ممکن منظورتو نفهمه. یک مثلا مسلمانایی که میگن که ببینید اگه شما به اسلام شک دارین بازم حالا قبول بکنین برای اینکه ممکنه برین جهنم اگه مسلمان نشید، میگین اگه بخواین اینجوری فکر بکنین بهم میگن پاسکالز ویجر، میگن خب اگه بخواین قرار باشه اینجوری فکر بکنین خب ما باید همه ادیان دیگر هم در نظر بگیریم دیگه، به خاطر اینکه اونا هم جهنم خودشون دارن، مسلمان ها باید بیان مسیحیت هم در نظر بگیرن، هندویزم هم در نظر بگیرن و حتی برن نورس میثولوژی، یونان باستان، مصر باستان، همه این ادیان. اینا رو میدونم، اینا رو براشون گفتم. میدونم من داشتم برای بقیه توضیح میدادم برای که فکر کنم بقیه ممکنه منظورتو نفهمیده باشه. بگو دانیال جان. خب بعد دیگه غیر از این حرفا، آره اینا رو بهشون زیاد گفتم ولی اونا مثلا میگن تو گناهش گردن میگیری. مثلا خود من بیام به شما آرمین مثلا بگم حالا من بیام تو مثلا اعتقاد بی دینی و بی خدایی و اینا، بعد اگه مثلا ضرری داشته باشه شما گردن میگیری، میگی گناهش با من، اینجوری دنبال همچین چیزی میگردن. ببین من در خونم سیر نمیذارم، اما از همه مسلمان ها باید بپرسم آیا دم در خونتون سیر میذاریم؟ برای اینکه ممکنه دراکولا هم واقعی باشه، ممکنه ومپایر هم واقعی باشن، اگه سیر رو در خونتون نذاریم ممکنه بیاد خونتون گازتون بگیره. شما چرا سیر رو در خونتون نمیذاریم؟ امکانش ممکن آره کمه ولی ممکنه هم باشه، خب چرا نمیذاریم؟ خب یعنی به همون دلیلی ما اینجوری محتاطانه کار نمیکنیم، برای اینکه خرافات که بی‌نهایت وجود داره ما همش باید مراقب باشیم، یعنی محتاط یعنی محتاطانه کار بکنیم که هیچ کدومش بلایی سرمون نیاد. ما از مسلمان ها به همین رو بپرسیم آیا شما در خونتون سیر میذارید یا نه؟ چرا نه؟ بذارین شاید واقعی باشه.